کره جنوبی امروز ضمن برگزاری مراسمی به مناسبت 66 سالگشت توافق ترک مخاصمه در جنگ کره ابراز امیدواری کرد که این توافق در آینده نزدیک به استقرار صلح پایدار میان طرفین درگیر منجر شود. بابک گرجی و جزئیات بیشتر در این باره. این مراسم با حضور شماری از معلولان جنگ کره، فرمانده نیروهای سازمان ملل در شبه جزیره کره و تعدادی از شخصیت‌های کره جنوبی در دهکده پانمانجون برگزار شد که در منطقه غیر نظامی شده بین دو کره قرار دارد. نخست وزیر کره جنوبی نیز آرزو کرد تا به زودی آتش بس به صلح پایدار در شبه جزیره کره تبدیل شود. کره جنوبی به کمک بسیاری از کشورها به آرامش و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کرد، اما هنوز صلح به صورت کامل برای مردم این کشور تحقق نیافته و امیدواریم با ادامه گفتگوها بین آمریکا و کره شمالی شاهد برقراری صلح در شبه جزیره کره باشیم. پانمانجون بخش شمالی دهکده‌ای بین کره شمالی و کره جنوبی است که 66 سال پیش محل مذاکرات آتش بس بود و تقریبا 2 ماه قبل نیز پرزیدنت ترامپ اولین رئیس جمهوری در قدرت آمریکا بود که با عبور از خط مرزی بین دو کره قدم به خاک کره شمالی گذاشت. فرمانده نیروهای سازمان ملل مستقر در کره جنوبی نیز میگوید این اولین بار است که بدون اسلحه در این محل حضور یافته است. برای اولین بار در 40 سال اخیر بدون تسلیحات در منطقه مشترک امنیتی حضور پیدا کردیم. این یک تغییر شگفت‌آور است و زمینه را برای تغییرات بزرگتر در آینده فراهم می‌کند. تا دستیابی به صلح کامل و خلع سلاح اتمی کره شمالی، حمایت آمریکا از تمامیت ارضی و حاکمیت کره جنوبی ادامه خواهد یافت. کره شمالی میگوید آخرین آزمایش موشک میانبرد توسط آن کشور در اواسط هفته گذشته در اعتراض به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی بوده است. بابک گرجی، صدای آمریکا.